درست مثل اینکه همه چیز را دیده باشد با تعجب گفت: پروردگارا، آنقدر زحمت کشیدیم تا تو را تربیت کنیم و نتیجهش این شد که مثل یک خوب زندگی کنی. خوزه آرکادیوی دوم همچنان مشغول خواندن مکاتیب بود. تنها چیزی که از میان سر و کله جولیدش پیدا بود، چشمان ثابت و دندانهایش بود که از شدت کثافت سبز رنگ شده بود. با شناختن مادر بزرگ خود سرش را به طرف در برگرداند و سعی کرد لبخندی بزند و بدون این که بخواهد یکی از جملات قدیمی اورسولا را تکرار کرد. زمزمه کنان گفت: چه انتظاری داشتید؟ زمان می گذرد. اورسولا گفت: درست است، ولی نه به آن سرعتی که تو می گویی. به گفتن این جمله متوجه شد همان جوابی را داده که سرهنگ اورلیان و بوئندیا در سلول زندان خود به او داده بود و از فکر این که همانطور که عاقبت یقین کرده بود زمان نمی گذرد بلکه فقط خود را تکرار می کند بار دیگر بر خود لرزید، ولی باز هم تسلیم نشد. خوزه آرکادیوی دوم را مثل یک بچه کوچک دعوا کرد و اصرار کرد که حمام کند و ریش بتراشد و نیروی خود را در اتمام تعمیرات خانه مصرف کند. خوزه آرکادیوی دوم از تصور ترک کردن اتاقی که آن همه آرامش خاطر به او عطا کرده بود به وحشت افتاد. فریاد زد که هیچ بشری قادر نخواهد بود او را از آن اتاق بیرون بکشد، چون مایل نیست قطاری را ببیند که 200 واگن آن پر از جسد است و هر روز غروب ماکوندو را به مقصد دریا ترک می‌کند. فریاد می‌زد: تمام کسانی که در ایستگاه بودند 3408 نفر. آن وقت بود که اورسولا فهمید خوزه آرکادیوی دوم دست خوش جهانی شده است که ظلمتش از جهان خود او خیلی بیشتر است. جهان گذرناپذیر و تنها، درست مانند جهان جد او. او را در آن اتاق به حال خود گذاشت، ولی بقیه را وادار کرد تا دیگر قفل را به در نزنند و هر روز آنجا را تمیز کنند و لگن‌ها را در خاک روبه بیندازند و فقط یک عدد از آنها را نگه دارند و خوزه آرکادیوی دوم را همیشه تمیز و مرتب نگه دارند، درست مثل جدش در دوره زندگی خود زیر درخت بلوط. فرناندا اوایل رفت آمد اورسولا را به حساب جنون پیری گذاشته بود و به زحمت قادر بود جلو عصبانیت خود را بگیرد، ولی در همان دوره خوزه آرکادیو از روم برایش نوشت که قبل از آخرین مراسم نهایی خیال دارد به ماکوندو بیاید و این خبر خوش چنان او را سر شوق آورد که از صبح تا شب روزی 4 مرتبه گلها را آب می‌داد تا پسرش از دیدن خانه بانوز وحشت نکند. و باز به همین دلیل مکاتبه خود را با پزشکان نامرئی سریع‌تر کرد و بار دیگر گلدان‌های بگونیا و پونه را حتی قبل از اینکه اورسولا متوجه شود که آن گلدان‌ها در اثر خشم اورلیانوی دوم خرد شده بودند باز روی ایوان گذاشت. چندی بعد سرویس کارد و چنگال نقره را فروخت و بشقاب‌های کاشی و سوپخوری و ملاقه لعابی و کارد و چنگال آلپاکا خرید و اینچنین فقر را به گنجه‌ها کشانید. گنجه‌هایی که عادت داشتند سرویس چینی و کریستال در خود ببینند. اورسولا سعی می‌کرد قدم فراتر نهد. فریاد می‌زد: در و پنجره‌ها را باز کنید. گوشت و ماهی بپزید. لاک پشت‌های درشت‌تر بخرید. بگذارید مردم غریبه بیایند و تشک‌های خود را اینجا و آنجا پهن کنند. زیر بوته‌های گل سرخ بشاشند، سر میز بنشینند و هر چند دفعه که دلشان می‌خواهد غذا بخورند، آروغ بزنند، فحش بدهند، با چکمه‌هایشان همه جا را کثیف کنند و هر بلایی دلشان می‌خواهد بر سر ما بیاورند. این تنها راه نجات از ویرانگی است. ولی امید پوچی بود. او دیگر خیلی پیر شده بود و بیش از اندازه زندگی کرده بود تا بتواند معجزه آب نبات‌ها را تکرار کند. هیچ یک از ادامه دهندگان نسل او نیز قدرت او را به ارث نبرده بود. خانه از فرمانهای فرناندا سرپیچید. اورلیانوی دوم که با چمدانهای خود به خانه پتراکوتس برگشته بود، به زحمت هرچه تمامتر فقط قادر بود وسیله‌ای فراهم کند که خانواده‌اش از گرسنگی نمیرند. او و پتراکوتس با لاتاری گذاشتن قاطر چند حیوان دیگر خریداری کردند و توانستند لاتاری محقری برپا کنند. اورلیانوی دوم از خانه‌ای به خانه‌ای می‌رفت تا بلیت لاتاری بفروشد. بلیت‌ها را شخصاً با جوهرهای رنگی نقاشی می‌کرد تا جالب‌تر و فریبنده‌تر باشد و شاید متوجه نمی‌شد که عده زیادی به خاطر حق‌شناسی و اکثریت به خاطر دلسوزی از او بلیت می‌خرند. به هر حال حتی برای دلسوزترین خریداران نیز این فرصتی بود تا با پرداخت 20 سنت و صاحب یک خوک با 32 و با 32 سنت و صاحب یک گوساله بشوند و این امید چنان آنها را سر شوق می آورد که سه‌شنبه شب‌ها در آن حیات منزل پتراکوتس به انتظار این که بچه‌ای که بین خود انتخاب می کردند شماره برنده را از کیسه بیرون بکشد از سر کول یکدیگر بالا می رفتند. خانه به زودی به بازار مکاره هفتگی مبدل شد. از عصر میزهای اغذیه و نوشابه آماده می شد
و اغلب برندگان جوایز حیوانی را که برده بودند همانجا قربانی می‌کردند، البته به شرطی که سایرین پول موسیقی و مشروب را بپردازند. و از طوری شده بود که آرلیانوی دوم بدون اینکه بخواهد ناگهان متوجه شد که نواختن آکوردون را از سر گرفته است و دارد در مسابقه های فروتنانه غذاخوری شرکت می کند. تکرار محقرانه خوشگذرانی های سابق باعث شد که حتی خود آرلیانوی دوم هم متوجه شود تا چه حد روحیه سابق را از دست داده است و مهارتش را در اراده جشن تا چه حد پایین آمده است. عوض شده بود. وزن 120 کیلوی او در زمان مسابقه با ماده فیل به 87 کیلو تقلیل یافته بود. چهره بادکرده سابقش که به لاک پشت شباهت داشت اکنون شبیه صورت یک ایگوانا شده بود. مدام حوصله‌اش سر می رفت و خسته بود. با این حال هرگز پتراکوتس او را آنچنان دوست نداشته بود، چون شاید دلسوزی و ترحم او را نسبت به خودش آن حس به هم پیوستگی را که فقر در هر دوشان بیدار کرده بود به عشق تبدیل می کرد. تخت خواب شکسته و از هم در رفته دیگر جایگاه عشق بازی های جنون آمیز آنها نبود و تبدیل به یک پناهگاه دو نفره شده بود. اکنون که از شر آینه هایی که نقش آنها را روی سقف تکرار می کرد و در لاتاری برای خرید حیوانات دیگر به فروش رفته بود خلاص شده بودند، در میان اطلس ها و مخمل هایی که قاطر جویده بود شبها با مسئولیت یک پدر بزرگ و مادر بزرگ بیخواب تا دیر وقت بیدار می ماندند و از فرصت استفاده می کردند و پولهایشان را می شمردند. پول خوردهایی را که زمانی دور می ریختند اکنون به دقت می شمردند. گاهی وقتی که خروس آواز خود را آغاز کرد آنها همچنان با توده های پول خورد کرنجار می رفتند. از یک کپه مشتی بر می داشتند و روی کپه دیگر می ریختند. یک مشت روی این کپه تا برای راضی کردن فرناندا کافی باشد، مشتی روی آن کپه برای کفش های آمارانتا اورسولا، این کپه برای سانتا سوفیا دلاپیداد که از عهد هجوم خارجی ها برای خود لباس نخریده بود، این برای خرید تابوت اورسولا، این برای خرید قهوه که هر سه ماه یک پول خورد گرانتر می شود، این برای خرید شکر که هر دفعه شیرینیش کمتر می شد، این برای خرید هیزم که هنوز از زمان باران خیس بود و این یکی برای خرید کاغذ و جوهر رنگی بلیط های لاتاری. وانچه هم باقی می ماند باید به برنده جایزه گوساله ماه آوریل که پوستش به طور معجزه آسای نجاتش داده بود می پرداختند. چون وقتی تمام بلیط‌ها به فروش رفته بود، گوساله به مرض سیاه زخم مبتلا شده بود. این مراسم فقر چنان از روی خلوص نیت صورت می‌گرفت که همیشه کپه بزرگ پول خورد را برای فرناندا در نظر می‌گرفتند و این نه از روی ندامت و دلسوزی، بلکه صرفاً به خاطر این بود که آسایش فرناندا برای هر دوی آنها از خوب زیستن خودشان مهمتر بود. گرچه هیچ یک از آنها متوجه نبودند که فرناندا برایشان دختری بود که دلشان می‌خواست از یکدیگر داشتند و نداشتند. به طوری که یک بار سه روز ذرت آب پس خوردن تا فرناندا بتواند یک رومیزی هلندی بخرد. با این حال هرچه کار می کردند و هرچه پول در می آوردند و به هر حیله ای متوسل می شدند و هرچه برای به دست آوردن پول کافی زندگی سکه ها را این رو آن رو می کردند، فرشتگان نگهبان آنان از شدت خستگی به خواب عمیقی فرو رفته بودند. در ساعات بیخوابی شمارش پول خورد از خود می‌پرسیدند که آیا در دنیا چه اتفاقی افتاده است که دیگر حیواناتشان با آن برکت و سرسام گذشته زاد و ولد نمی‌کنند و چرا پول با آن سهولت از میان دست‌ها لیز می‌خورد و می‌رود و چرا کسانی که تا چندی قبل در زیافت‌ها دست دست اسکناس آتش می‌زدند حالا از گرانیش شش مرغ به قیمت 12 سنت و آه و ناله سر می‌دهند و آن را به پای گران‌فروشی و دزدی می‌گذارند. آرلیانوی دوم بیان که چیزی بگوید فکر کرد تقصیر از دنیا نیست، بلکه تقصیر به گردن گوشه مرموزی از قلب پتراکوتس است که در زمان باران اتفاقی در آن رخ داده که حیوانات را عقیم و پول را کمیاب کرده است. به خاطر کشف این معما چنان در قلب او کاوش کرد که به جای منفعت در آن عشق یافت. وقتی خواست او را وادار کند که دوستش داشته باشد خود بار دیگر عاشقش شد. پتراکوتس نیز با افزایش عشق او، عشقش نسبت به او روز به روز بیشتر می‌شد. و این چنین در بحبوحه خزان عمر بار دیگر به خرافات جوانی معتقد شد که فقر بردگی عشق است. هر دو آن خوشگذرانی های بیهوده و آن ثروت سرشار و آن عشق بازی های جنون آمیز را به خاطر می آوردند، به احساس پشیمانی می کردند که چه بیهوده عمر خود را هدر داده بودند تا به آن بهشت تنهای دو نفره برسند. پس از سالهای سال همدستی بی حاصل دیوانوار عاشق هم بودند و از معجزه دوست داشتن یکدیگر چه در سر میز و چه در رخت خواب لذت می بردند. و آنچنان روز به روز بیشتر سعادت را حس می کردند که حتی وقتی تبدیل به دو موجود پیر و پوسیده شدند باز هم مثل دو خرگوش از سر و کول هم بالا می رفتند و مثل دو سگ با هم دعوا می کردند.
لاتاری منفعتی نمی رسانید. ابتدا اورلیانوی دوم هفته ای 3 روز را در اتاق دفتر خود می گذراند و بلیط ها را طراحی می کرد و روی آنها بر حسب حیوانی که به لاتاری گذاشته می شد با مهارت خاصی یک گاو قرمز، یک خوک یا یک دست جوجه آبی نقاشی می کرد و به دقت اسمی را که پتراکوتس برای لاتاری اختراع کرده بود تقلید می کرد تا درست مثل چاپ آن را بنویسد. لاتاری پروردگار متعال. با گذشت زمان پس از آن که هفته 2000 بلیت طراحی کرد چنان خسته شد که داد حیوانات و اسم و شماره ها را روی یک مهر لاستیکی حک کردند و آن وقت تنها کاری که میکرد مهر کردن کاغذهای رنگی بود. در سالهای آخر عمر فکرش رسید که جای شماره ها را با معما عوض کند و جایزه بین تمام کسانی که معما را حل کنند تقسیم شود، ولی وقتی فکر به مرحله عمل رسید چنان غامض و باعث شک و تردید شد که پس از یکی دوبار از ادامه آن چشم پوشید. اورلیانو چنان گرفتار حفظ آبروی لاتاری خود بود که فرصتی برای دیدن بچه ها نداشت. فرناندا آمارانتا اورسولا را به یک مدرسه خصوصی گذاشت که بیش از 6 نفر شاگرد قبول نمی کرد، ولی حاضر نشد اورلیانو را به مدرسه بگذارد. عقیده داشت همانقدر که گذاشته بود او از اتاق خارج شود خیلی بود است. به علاوه در آن زمان مدارس فقط اطفال قانونی ازدواج های کاتولیکی را قبول می کردند و در شناسنامه اورلیانو که وقتی او را به خانه آورده بودند به زیر پیراهنش سنجاق کرده بودند نوشته بود که او بچه سر راهی است. از این رو او که در خانه محبوس بود زیر نظر دلسوزانه سانتا سوفیا دلاپیداد و ابهام فکری اورسولا رشد کرد و در جهان تنگ خانه فقط آنچه را که مادر بزرگهایش به او میآموختند فرا میگرفت. بچه ظریف و باریک و چنان کنجکاو بود که همه اطرافیانش را عصبانی میکرد، ولی در عوض مثل طفولیت سرهنگ نگاهی درخشنده داشت که گاه با حالت جادویی میدرخشید و گاه مژه میزد. وقتی آمارانتا اورسولا در کودکستان بود او در خانه کرم میگرفت و در حیات حشرات را شکنجه میداد. روزی وقتی داشت در جعبه عقرب میریخت تا در بستر اورسولا بگذارد، فرناندا او را غافلگیر کرد و از آن روز به بعد او را به اتاق سابق ممه برد و در آنجا ساعت‌ها به تماشای عکس‌های دایره المعارف می‌پرداخت. یک روز بعد از ظهر اورسولا که داشت با یک دست گزنه به خانه آب مقطر می‌پاشید او را در آنجا یافت و با وجودی که از او مطلع بود از او پرسید که کیست. او گفت من اورلیانو بوئندیا هستم. اورسولا گفت راست می‌گویی، حالا وقت آن است که حرفه زرگری بیاموزی. بار دیگر او را با پسر خود عوضی گرفته بود. بعد گرمی که پس از سیلاب‌ها وزیدن گرفته بود و امواج نادری از روشنایی به مغز اورسولا رسانده بود به پایان رسیده بود. دیگر هرگز عقل خود را به دست نیاورد. وقتی وارد اتاق خواب میشد پترونیلا ایگواران را در آنجا یافت که زیر دامنی فلزی خود را پوشیده بود و بالاتنه منجوق دوزی به تن کرده بود، لباسی که برای میهمانی های رسمی می پوشید. مادر بزرگ خود ترانکو ایلینیا ماریا مینیاتا آلا کل بو اندیا را می دید که در صندلی افلیجیش نشسته بود و با پر تابوز خود را باد می زد. جد خود اورلیانو آرکادیو بو اندیا را با کت اونیفرم قلابی گارد نایب السلطنه می دید. پدر خود اورلیانو ایگواران را می دید که دعای اختراع کرده بود که با خواندن آن کرمها در بدن گابها خشک می شدند و به زمین می ریختند. مادر خجالتی و پسر عموی دم خوکدار خود و خوز آرکادیو بو اندیا و پسران مرده خود را می دید که همگی روی صندلی های چسبیده به دیوار نشستند، نه مثل یک دیدار بلکه مثل یک مراسم ختم. با آنها مشغول گفتگو بود و از وقایع چند محل در زمانهای مختلف صحبت میکرد، به طوری که وقتی آمارانتا اورسولا از مدرسه برمیگشت و اورلیانو از تماشا کردن عکس‌های دایره المعارف خسته میشد او را میدیدند که روی تخت خود نشسته و گم شده در مارپیچی پر از اشخاص مرده با خودش حرف میزد. یک بار وحشت زده فریاد کشید آتش و برای لحظه تمام خانه را به وحشت انداخت، ولی آنچه او میدید حریق یک استبل بود که در سن 4 سالگی خود دیده بود. به مرحله ای رسید که آنچنان گذشته و حال را با هم درآمیخت که در یکی دوباری که قبل از مرگش عقلش سر جا بود هیچ کس به درستی نفهمید راجع به آنچه حس میکند حرف میزند یا آنچه به خاطر میآورد. پژمرده میشد و میگندید و زنده زنده مومیایی میشد، به طوری که در ماههای آخر عمرش مثل یک آلوی خشک در پیراهن گشادش گم شده بود و دستش که آن را همچنان بالا نگاه می داشت به پنجه یک میمون شباهت یافته بود. چند روز بدون حرکت بر جای می ماند و سانتا سوفیا دلاپیداد برای اینکه بفهمد او زنده است یا نه او را محکم می تکاند. او را در بغل می گرفت تا قاشق قاشق شربت قند در حلقش بریزد. تبدیل به پیرزنی نوزاد شده بود.
آمارانتا اورسولا و اورلیانو او را در اتاق به این طرف آن طرف می کشندند و روی محراب می نشاندند تا بگویند فقط یک کمی از مجسمه طفولیت حضرت عیسی بزرگتر است. به یک روز بعد از ظهر هم او را در گنجهی در انبار مخفی کردند تا طعمه موشها بشود. یک شنبه نخل وقتی فرناندا به کلیسا رفته بود وارد اتاق خوابش شدند. یکی پای او را گرفت و یکی پشت گردنش را. آمارانتا اورسولا گفت حیوانی مادر بزرگ از پیری مرد. اورسولا سخت وحشت کرد و گفت من زنده هستم. آمارانتا اورسولا جلو خنده خود را گرفت و گفت میبینی حتی نفس هم نمی کشد. اورسولا فریاد زد من دارم حرف میزنم. اورلیانو گفت حتی حرف هم نمیتواند بزند، مثل یک جیرجیرک کوچولو مرد. آن وقت اورسولا تصمیم حقیقت شد و آهسته به خود گفت پروردگارا پس مردن چنین است. به خواندن دعایی طولانی پرداخت که دو روز طول کشید و روز سه‌شنبه تبدیل به التماس‌هایی به خداوند شد که نگذارد مورچه‌های قرمز خانه را در خود بگیرند، که چراغ زیر عکس رمدیوس را همیشه روشن نگه دارد، که نگذارد هیچ یک از افراد خانواده بواندیا با هم خون خود ازدواج کند، وگرنه بچه آنها با دم خوک به دنیا خواهد آمد. اورلیانو دوم فرصت را غنیمت شمرد تا از هذیان‌گویی او استفاده کند و او را به گفتن محل آن گنج وادارد، ولی باز هم التماس‌های او به جایی نرسید. اورسولا گفت وقتی صاحبش بیاید خداوند طلاها را روشن خواهد کرد تا او بتواند محل آن را بیابد. سانتا سوفیا دلا پیداد مطمئن بود که مرگ اورسولا فرا رسیده است، چون در آن روزها یک نوع آشفتگی در طبیعت می‌یافت. گل سرخ ها بوی علف هرزه می‌دادند. یک کیسه نخود به زمین ریخت و نخودها روی زمین یک شکل هندسی دقیق به خود گرفتند، طرح یک ستاره دریایی. شبی در آسمان پرواز چند چیز مدور نارنجی رنگ را دید. صبح روز پنجشنبه مقدس او را مرده یافتند. آخرین بار وقتی در زمان شرکت موز به او کمک کرده بودند تا سن خود را حساب کند، به این نتیجه رسیدند که باید بین 115 تا 122 سال داشته باشد. تابوتش کمی از سبدی که اورلیانو را با آن به خانه آورده بودند بزرگتر بود. در مراسم تشییع جنازه‌اش عده کمی شرکت کردند. از یک طرف به خاطر اینکه عده کمی باقی مانده بودند که او را به خاطر داشته باشند، و از طرفی هم به خاطر اینکه آن روز هوا چنان گرم شد که پرندگان سرگردان مثل دانه‌های تگرگ به دیوارها می‌خوردند و از میان تورهای فلزی پشت پنجره‌ها می‌گذشتند و در داخل اتاق خواب‌ها می‌مردند. ابتدا تصور کردند تا اون است. زنهای خانه ها از بس پرنده مرده جارو کرده بودند که داشتن از خستگی هلاک می شدند و مردها عرابه عرابه پرندگان مرده را در رودخانه خالی می کردند. روز یک شنبه عید پاک پدر روحانی آنتونیو ایزابل 100 ساله از منبر خود اظهار داشت که مردن پرندگان بستگی به تأثیر بد یهودی سرگردان دارد که شب قبل او را به چشم خود در آنجا دیده بود. او را به شکل موجودی توصیف کرد که پیوندی بود از بزغاله نر به یک کافر ماده، یک نوع جانور جهنمی که نفسش همه جا را میالود و اگر چشم تازه عروسی به او میافتاد به جای یک بچه یک جانور عجیب الخلقه میزایید. مردم چندان اهمیتی به حرفهای او ندادند، چون همگی معتقد بودند که کشیش از شدت پیری پرت و پلا میگوید. ولی سحر چهارشنبه روزی زنی همه را از خواب بیدار کرد، چون روی زمین یک جای پای یک موجود سمدار دوپا دیده بود. جای پا چنان واضح و اشتباه ناشدنی بود که هر کس آن را دید شکی نکرد که موجودی وحشت انگیز درست مثل آنچه کشیش توصیف کرده بود با آنجا آمده است و همگی متحد شدند تا در حیاطهای خانه خود تله بگذارند. و این چنین بود که توانستند او را به دام بکشانند. دو هفته پس از مرگ اورسولا پتراکوتس و اورلیانوی دوم به شنیدن ناله گوسالی که از آن نزدیکی می آمد وحشت زده از خواب پریدند. وقتی از بستر بلند شدند یک دست مرد داشتند حیوان را از سیخ‌هایی که در ته گودال پوشیده از برگ قرار داده بودند بیرون می‌کشیدند. دیگر ناله نمی‌کرد. گرچه جسمن به اندازه یک بچه بود ولی وزن یک گاو نر را داشت و زخم‌هایش خون سبز رنگ و چربی بیرون می‌ریخت. بدنش پوشیده از پشم و پر از کنه و پوستش مثل ماهی فلس داشت، ولی برخلاف توصیف کشیش اعضای بشری او بیشتر شبیه یک فرشته بیمار بود تا یک بشر. چشمان درشت و غمگینی داشت و روی شانه هایش جای بالهایی دیده می شد که بدون شک با تبر قطع شده بود. او را در میدان به درخت بادامی آویختند تا همه بتوانند ببینند و وقتی شروع به گندیدن کرد او را سوزاندند، زیرا قادر نبودند معین کنند که طبیعت حرامزاده او حیوان است و باید به رودخانه افکنده شود یا بشر است و باید به خاک سپرده شود. هرگز معلوم نشد آیا واقعا آن موجود باعث مرگ پرندگان شده بود یا نه،
ولی به هر حال تازه روزها هیولای پیشبینی شده را نزاییدند و از شدت گرمای هوا نیز کاسته نشد. ربکا در پایان همان سال مرد. ارخنیدا مستخدمی که تمام عمر با به او خدمت کرده بود از مقامات مربوطه تقاضای کمک کرد تا در اتاق خوابی را که اربابش 3 روز بود از آنجا خارج نشده بود بشکنند. هنگامی که در اتاق را شکستند او را روی تخت تنهایش یافتند که مثل یک ملخ دریایی در خود فرو رفته بود. سرش از شدت کرم تاس شده بود و همانطور که انگشت خود را میمکید مرده بود. آرلیانوی دوم عهده‌دار مراسم تشییع جنازه شد. سعی کرد خانه را تعمیر کند و به فروش برساند. ولی ویرانگی چنان در خانه رخنه کرده بود که دیوارها به محض اینکه آنها را رنگ زدند فرو ریخت و به اندازه کافی ساروج پیدا نکردند تا از ترک خوردن کف اتاق جلوگیری کنند و نگذارند پیچک ها ترک ها را بپوساند. پس از آن سیل و باران اوضاع از این قرار بود. سستی اهالی با ولع فراموشی تضاد داشت. رفته رفته خاطرات با بی‌رحمی تمام فراموش می‌شدند تا جایی که فقط در آن زمان به مناسبت سالگرد پیمان نیرلندیا چند نماینده از طرف رئیس جمهور به ماکوندو وارد شدند تا عاقبت نشان لیاقت را که بارها توسط سرهنگ آرلیان و بوئندیا رد شده بود به خانواده او بدهند، یک روز بعد از ظهر تمام را به دنبال شخصی گشتند تا بتوانند به آنها بگویند که در کجا میتوانند یکی از بازماندگان او را پیدا کنند. آرلیانوی دوم به فکر این که مدال از طلای ناب است وسوسه شده بود که نشان لیاقت را قبول کند، ولی پتراکوت او را به خاطر ناشایسته بودن این حرکت منصرف کرد. البته درست موقعی که نمایندگان نطقهای خود را برای مراسم تهیه دیده بودند. در حوالی همان ایام کودی ها نیز بازگشتند. آخرین بازماندگان علوم ملکیادس شهر را چنان مغلوب و حالی را چنان دور از بقیه جهان یافتند که بار دیگر از خانه به خانه دیگر رفتند و آهنربا را چنان نمایش دادند که گویی واقعا آخرین اختراع دانشمندان بابل است و یک بار دیگر با آن ذره‌بین بزرگ اشعه خورشید را متمرکز کردند و تعداد مردمی که با دهان باز از تعجب به قوری‌ها و دیگ‌هایی که به زمین می‌افتادند و حرکت می‌کردند چشم دوخته بودند چندان کم نبود. کسانی هم بودند که 50 سنتاو پرداختند تا ببینند یک زن کولی چطور دندان آریه در دهن می‌گذارد و باز آن را از دهان بیرون می‌آورد. قطار زرد رنگ خرد شده که با آن نه کسی از راه می‌رسید و نه کسی از آنجا می‌رفت و فقط چند لحظه‌ای در آن ایستگاه متروک مکس می‌کرد، تنها چیزی بود که از آن قطارهای طولانی باقی مانده بود. قطاری که آقای براون واگن سقف بلوری و مبل‌های اسقفی خود را به آن می‌بست و 120 واگن برای حمل میوه داشت که فقط عبور آن یک بعد از ظهر طول می‌کشید. نمایندگان مذهبی که پس از گزارش مرگ عجیب پرندگان و قربانی کردن یهودی سرگردان جهت بازجویی به آنجا آمده بودند، پدر روحانی آنتونیو ایزابل را یافتند که با چند بچه مشغول بازی قایم باشک بود. به تصور اینکه گزارش او از روی جنون پیری بوده است، او را همراه خود به دارالعجزه بردند. چندی بعد پدر روحانی آوگوست آنخل را به آنجا فرستادند. یک جنگجوی جنگ‌های صلیبی از نسل جدید بود، جسور و شجاع و مستبد. شخصا روزی چند بار ناقوس‌های کلیسا را به صدا در می‌آورد تا مردم به تنبلی عادت نکنند و خودش از خانه‌ای به خانه‌ای می‌رفت و مردم را از خواب بیدار می‌کرد تا به مراسم نماز بروند. ولی هنوز یک سال از ورودش نگذشته بود که خود او نیز دست خوش همان سهل‌انگاری شد که هوای آنجا را آکنده بود. در اثر آن غبار دائمی که همه چیز را پیر و پژمرده می‌کرد و حس رخوتی که کوفته‌های ناهار در خواب بعد از ظهرش می‌گذشت مغلوب شد. خانه پس از مرگ اورسولا بار دیگر رو به ویرانی می‌رفت و حتی اراده راسخ و سخت‌گیری‌های آمارانتا اورسولا نیز قادر به نجات آن نبود. سال‌ها بعد هنگامی که او زنی خوشبخت و امروزی و وارد جهان شده بود، در و پنجره‌های خانه را گشود تا ویرانگی را از آنجا بیرون براند. باغ را تعمیر کرد، مورچه‌های قرمز رنگ را که در روز روشن در راه روها می‌گشتند کشت و بیهوده سعی کرد میهمان نوازی فراموش شده را بار دیگر زنده کند. سومه گرایی شدید فرناندا در برابر 100 سال پرخروش اورسولا سد گذرناپذیری تشکیل داده بود. وقتی وزش باد گرم فرو نشست، نه تنها حاضر نشد درها و پنجره ها را باز کند، بلکه برعکس داد پنجره ها را از بیرون با چوب هایی به شکل صلیب میخکوب کردند تا به دستور پدری خود را زنده به گور کند. مکاتبات گران قیمت او با پزشکان نامرئی با شکست روبرو شده بود. پس از تأخیرهای پی در پی در تاریخ و ساعت تعیین شده در اتاق را به روی خود بست و رو به شمال خوابید و فقط ملافه‌ای به روی خود انداخت. ساعت 1 بعد از نیمه شب حس کرد که دارند چهرش را با پارچه خیس از مایعی سرد مثل یخ می پوشانند. وقتی از خواب بیدار شد خورشید در پنجره می درخشید.
روی بدن خود از بیخ ران تا لگن خاصره شکافی به شکل کمان یافت که بخیش زده بودند. قبل از آن که زمان استراحت تجویز شده به پایان برسد، از طرف پزشکان نامرئی نامه‌ای دریافت کرد که به او اطلاع می‌دادند پس از 6 ساعت معاینه دقیق نتوانسته بودند مرض او را با مرضی که او آنچنان با وسواس برایشان شهر داده بود وقف بدهند. در حقیقت عادت او که هیچ چیز را به اسم اصلی خود نمی‌نامید باعث گیجی جدیدی شده بود. آنچه پزشکان نامرئی در آن عمل از مسافت دور در او تشخیص داده بودند پایین افتادن رحم بود که می‌شد آن را به آسانی با استفاده از کاپوت زنانه معالجه کرد. فرناندا مایوس شد و سعی کرد اطلاعات واضح‌تری از آنها به دست بیاورد، ولی پزشکان نامرئی دیگر به نامه‌هایش جواب ندادند. حس کرد کم کم در زیر سنگینیان لغت ناشناس خرد می‌شود. وان وقت تصمیم گرفت دست از خجالت بردارد و معنی کاپوت را کشف کند، ولی فهمید که طبیب فرانسوی 3 ماه قبل خود را به دار زده است و توسط یکی از رفقای نظامی سرهنگ اورلیانو بو اندیا برخلاف میل اهالی در آنجا به خاک سپرده شده است. آن وقت راز خود را به پسرش خوزه آرکادیو نوشت و او از روم لاستیک ها را برایش با یک دستورالعمل فرستاد که فرناندا پس از آنکه آن را از حفظ کرد در مستراح انداختش تا کسی از بیماریش مطلع نشود. احتیاط بیهوده‌ای بود چون تنها ساکنان خانه هم به او اعتنایی نمی کردند. سانتا سوفیا دلا پیداد که در تنهایی پیری خود سرگردان بود فقط مقدار غذای کمی را که می‌خوردند می‌پخت و تقریباً تمام وقت خود را وقف خوزه آرکادیوی دوم کرده بود. آمارانتا اورسولا که بخشی از زیبایی رمدیوس خوشگل را به ارث برده بود وقتی خود را که در گذشته با شکنجه دادن اورسولا بیهوده هدر داده بود صرف درس خواندن می‌کرد. چندی نگذشت که نشان داد دختری عاقل و فهمیده و درس خوان است. امیدی را که ممه در اورلیانوی دوم برانگیخته بود بار دیگر در او پیدا کرد. به او قول داد که او را برای ادامه تحصیل به بروکسل بفرستد و این کاری بود که از زمان شرکت موز در آنجا رسم شده بود. این امید سبب شد تا زمین‌هایی را که سیل از بین مرده بود مجدداً زنده کند. دفعات نادری که به خانه می آمد به خاطر آمارانتا اورسولا بود. گذشت زمان او را با فرناندا به کلی بیگانه کرده بود. اورلیانوی کوچولو نیز هر چه بزرگتر می‌شد گوشه‌گیرتر می‌شد. اورلیانوی دوم امیدوار بود که فرناندا در اثر پیری کمی رقیق القلب شود و بچه بتواند بدون اینکه کسی به اصل و نسبش کاری داشته باشد وارد زندگی شهری بشود. ولی اورلیانو تنهایی و گوشه‌گیری را ترجیح می‌داد و کوچکترین علاقه‌ای به دنیایی که از پشت در خانه شروع می‌شد نشان نمی‌داد. وقتی اورسولا در اتاق ملکیادس را باز کرد، بچه گاه به گاه پشت آن در مکس می‌کرد و گاهی هم سر خود را از در نیمه باز داخل اتاق می‌کرد. هیچ کس نفهمید که او چه وقت با علاقه دو جانبه به خوزه آرکادیوی دوم نزدیک شد. اورلیانوی دوم مدت ها پس از آنکه آن رفاقت به وجود آمده بود متوجه شد. وقتی که شنید بچه دارد درباره قتل عام ایستگاه قطار حرف میزند. یک روز سر میز یک نفر داشت میگفت که از وقتی شرکت موز از آنجا رفته از شهر رو به ویرانی است و اورلیانو درست مثل یک آدم بزرگ عاقل برخلاف آن را گفت. عقیده او برخلاف عقیده عمومی این بود که تا وقتی شرکت موز آنجا را به هم نریخته بود و منحرف نکرده بود و شیرش را نمکیده بود، ماکوندو محلی سعادتمند در روبه ترقی بود. شرکت موز باران را برای به تأخیر انداختن وعده های خود نسبت به کارگران بهانه قرار داده بود. طوری صحبت میکرد که به نظر فرناندا چنین رسید که نمایش مضحکی است از جر و بحث حضرت مسیح با دکترها. پسر بچه با شرح مفصل و قانع کننده توضیح داد که چگونه ارتش بیش از 3000 کارگر را در ایستگاه به مسلسل بسته بود و چگونه اجساد را بار قطار 200 واگنی کرده بود تا به دریا بریزند. فرناندا که مثل اکثر مردم این حقیقت رسمی را که هیچ اتفاقی رخ نداده است پذیرفته بود، از تصور این که پسر بچه دارد تمایلات آنارشیستی سرهنگ اورلیانو بوئندیا را به ارث می‌برد سخت عصبانی شد. به او دستور داد خفه شود. اورلیانوی دوم برعکس در گفته‌های پسر بچه روایت برادر دوقلوی خود را باز شناخت. گرچه در آن موقع همه خوزه آرکادیوی دوم را دیوانه می‌پنداشتند، در حقیقت او عاقل‌ترین فرد آن خانه بود. به اورلیانوی کوچک خواندن و نوشتن آموخت، به او یاد داد که چگونه نوشته‌های روی پوست را بخواند. چنان تعبیر شخصی خود را نسبت به تأثیر شرکت موز در سرنوشت ماکوندو به او تلقین کرد که سال‌ها بعد وقتی اورلیانو پا به دنیای خارج از خانه گذاشت، همه تصور می‌کردند که هذیان می‌گوید، چون گفته‌هایش از بن و ریشه برخلاف چیزهایی بود که تاریخ نویسان اختراع کرده بودند و در کتب درسی گنجانده بودند. در آن اتاق کوچک دور افتاده که نه باد گرم به آن داخل می‌شد و نه گرد و غبار گرما، آن دو نفر هر دو پیرمردی را می‌دیدند که پشت به دریچه کرده بود و کلاهی شبیه بالهای کلاغ به سر داشت و از جهانی که سال‌ها قبل از تولد
هر دوی آنها وجود داشت صحبت میکرد. هر دو کشف کردند که در آن دنیا همیشه ماه مارس و همیشه روز دوشنبه است. وان وقت متوجه شدند که خود آرکادیوی دوم برخلاف عقیده خانوادگی دیوانه نیست، بلکه تنها کسی است که به اندازه کافی عقل و دانش دارد تا بفهمد که حتی زمان نیز دچار اشتباه میشود و در نتیجه میتواند لحظه ای را در یک اتاق تا ابد بر جای نگاه دارد. به علاوه خود آرکادیوی دوم موفق شده بود حروف رمز مکاتیب را دستبندی کند. مطمئن بود که آن حروف با الفبای 47 تا 53 حرفی مطابقت میکند که وقتی جدا جدا هستند خرچنگ قورباغه‌اند، ولی در دست خط دقیق ملکیادس به صورت رخت‌هایی هستند که برای خشک شدن از تناب فلزی آویزان شده باشند. آرلیانو به خاطرش رسید که لوحه‌ای مشابه آن را در دایره المعارف انگلیسی دیده است. آن را به اتاق آورد تا با لوحه خود آرکادیوی دوم مقایسه کند. هر دو نوشته در حقیقت عین هم بود.